سال 1944 وقتی منو به آشویتز فرستادن 12 سالم بود. دستم رو خالکوبی کردن. به هم یه شماره دادن. 2-6-8-7-7. هنوز دارمش. اینه هاش. هیچ موقع فکر نکردم که پاکش کنم. به من تعلق داره. بدترین چیز بعد از اون اتفاق افتاد. زنی اومد سراغم و قبل از اینکه بفهمم چی شده موهای بافتم رو قیچی کرد و بعد تمام سرم رو تراشید. به موهای دوست داشتنیم که روی انبوه موهای بقیه افتاده بود نگاه می‌کردم. ارتش سرخ نزدیک شده بود. آلمانی‌ها باید زودتر عقب نشینی می‌کردن و هر کسی رو که می‌تونست راه بره با خودشون می‌بردن. دستور داشتن هر کسی رو که نمیتونه بیاد بکشن تا کسی نباشه که در مورد جنایت‌هاشون شهادت بده. اون موقع شبیه جنازه‌ها شده بودم و فکر نمی‌کردم که زنده بمونم. داشتم هوش و حواسم رو از دست می‌دادم. بعد یه سرباز روس رو دیدم که یه کلاه خز خوشگل با یه ستاره قرمز سرش بود. به هم لبخند زد و من از گرما و محبتی که در چشماش دیدم متاثر شدم. وقتی بعضی ها میگن آشویتز افسانه بوده میفهمم که چقدر کار ما بازمانده ها مهمه که به نسل های بعد بگیم که واقعا اونجا چطوری بوده تا دیگه اتفاق نیفته. برادر کوچک و مادرم نمیتونن اینها رو بگن. همه اونهایی که توسط نازی ها کشته شدن از حق بیان محروم شدن. پس ما باید به جای اونها روایت کنیم.